خداوند پاک. سلام دوستای عزیز، خدا کنه که همتان خوش و خوشحال و شادمان باشین. خب دوستای عزیز، امروز من یک نوع سوپ بسیار مزه‌دار بر شما پخته میکنم که خدا کنه که خوشتان بیاید. در ابتدا مواد لازمه را روی صفحه تلویزیون تان نوت کنین. مواد لازمه سوپ شیرین مطر: روغن 125 میلی لیتر، یخنی نیم جگ، زردک 2 عدد، کرم نیم عدد، مرچ دلمه 2 عدد، مطر نیم گیلاس، کچپ نیم گیلاس، پیاز 1 عدد، سیر 3 دندانه، بوره 3 قاشق غذاخوری، کورن فلاور 2 قاشق غذاخوری، سویا ساس 2 قاشق غذاخوری، سرکه 2 قاشق غذاخوری. خب مواد را که به شما نشان دادم تقریبا اینا همشون خاصیت از شیرین دارن. زردک هم شیرین است، مرچ دلمه هم، کرم هم و مطر هم که سوپ منم سوپ مطریات میشه. خب پیش از همه کارها کرم و زردک و مرچ دلمه را ریزه میکنیم. کوشش کنید نیرم امتر به شکل خلال زرده کرده نازک نازک ریزه کنید. خوب فکر میکنم اما قدر کرم کفایت میکنه. زردک هم پوست میکنیم، باز بعدن روغن میمان. و زردک هم شما دوستای عزیز میفهمین که خودش شیرین است و بسیار فواید زیاد هم داره، بر نور چشم بسیار زیاد فایده داره، هز همه چیز بده بر نور چشم. میتونید که شما از طرف شب یک لازک جوس زیره بخورین و اگر جوس شما نتانستین بخورین میتونید زردک هم بشوین پوست کنین بخورین، تقریبا همین چیز میشه برتون. ایرم هم قسمی که کرم ریزه کردیم نازک نازک، این هم قسم نازک نازک حلال میکنیم. خب دوستان عزیز، شما دیدین که زردک ورق ورق کردم، بعد خلال کردمش. شما میتونید به این شکلی را خلال کنید. خب کدام چیز فرق دیگه داشت نیست یا چیز نو دیگه نیست، کمه که تفاوت داره که شیرین تر پخته میشه. این سوپ مصری است. خب از اینکه ما شما مصر رفتن نمیتونیم، باید از غذاهایشان باید بفهمیم که کدام نوع غذاها را دوست دارن و کدام غذاها را پخته میکنن. خب پیش از اینکه مرچ دلمه را ریزه کنیم، کرایی را بالای من قند بذاریم. به اندازه 125 میلی لیتر روغن اضافه میکنیم در بینش. خب تا روغن سرخ میشه مرچ دلمه را ریزه میکنیم. مرچ دلمه را این زردک را ریزه میکنیم. دوستان عزیز، شما میفهمید که ذائقه مرچ دلمه چقدر خوب است. واقعا در هر غذایی که اضافه کنیم غذا را مزه‌دار میسازه. در سابقه های بسیار قدیم صرف امی دلمه پخته میکردن از بینش که داخلش خالی میکردن و بین زیره کوفته پر میکردن، اما حالا
به هر طریقای مختلف همگی نوش جان میکنن. می‌بینید که دوست عزیز پیازم با مشکل زردک و مرچ و دلمه اینا ریزه شده. خوب یک چند دقیقه می‌مونیم که خود نرم بسازه. سرخش نمی‌کنیم، فقط سر خودم پیاز کمک نرم بسازه. مرچ و دلمه رو شما دیدین دوست عزیز که به شکل خلال زردک ریزه کردیم. خب یا حالا شد زردک و کرمه می‌شویم. خب سه دندان سیرم نست اینجا سیرم دلای پیاز اضافه میکنیم تا کمک دیگه که پیاز کمک نرم شد. دوستای شما میفهمین که پیاز سرخ شده و ساعت ما شما بسیار زیاد مضر است و در ممالک خارج البته هیچ کس پیاز گلابی نمیکنه. با مشکل خام پیاز و دیگه مندازن دیگه ترکاری ها را بالاش اضافه میکنن هر چی که پخته کنن. خب زردک و کرمه شست میره بالاش اضافه میکنیم. مطر هم بشویم. دوستای زمین رو تکنید چقدر رنگ از این مقبول آمده. اینجا تقریبا نیم جگ یخنی است. یخنی را اضافه میکنیم به کاسه. دو قاشق کنفلور داشت اضافه میکنیم. خب کنفلاور هم را یخنی مخلوط کردیم. اینجا نیم گلاس کچپ هستی را هم بهش مخلوط میکنیم. دیدین چقدر رنگ مقبوله بخواد گرفته ای دوستای عزیز؟
مرچ دو مرم اضافه میکنیم بالای زی. چقدر رنگ های مقبول به خود گرفته دوست عزیز شما سعی کنین. سرخ و زرد و سبز بسیار مقبول معلوم میشن. سرش چند دقیقه میمونیم که تا یک تفت بخوره. دو قاشق سویا ساس اضافه میکنیم. دو قاشق هم سرکه البته، سرکه سفید. یک قاشق یا دو قاشق. خب اینا مخلوط میکنیم. و سه قاشق بوده. به خاطر اینکه مختلف گفتم که این سوپ شیرین است. سه قاشق هم بوره داشت اضافه میکنیم. خب بوره رو خوب مخلوط میکنیم. خب اینه پاس میکنیم و من قدر ارارت که میخواستیم ارارت بردم یک دیگه دیگه رو میمونیم. دوست عزیز این تقریبا نزدیک به جوش است. ترکاری را که قبلا آماده کردیم این بالاش اضافه میکنیم. ببینیم چقدر خوب یک رنگ مقبوله به خود گرفته. خب بیره یک چند دقیقه میمونیم که تا کمک جوش بخوره و کمک غلیستر شد. سوپ آماده شده. حرارت خاموش میکنیم. خب به خاطر ازی که کمک انگیش خواب مقبول تر معلوم شود از طریقی خود باید کار بگیریم. یک دانه گل از نیم دانه یک بادرنگ و یک قسمت که کم زردک و یک دانه دو دانه لیمو استفاده کردیم. بیره آماده میسازیم. خب دوستای عزیز اگر بشقاب در خانه ساده می باشه مثل که این بشقابی که در کشویم است بسیار ساده است میتونین همیشه همراه انواع مختلف ترکاری ها یک گلک مقبول در بغلش درست کنین در بغلش میتونین غذا رو بکشین یا کاسه رو که میمونین هیچ فرق نمیکنه میتونین بار بار میره تزیین شه تغییر بدین. رنگش خوب بسیار خوبش است و بویش هم همچنان. انشالله حتما ذائقهشون بسیار خوب است به خاطر که ترکاری های بسیار خوب و مفید بین ازی شامل است.
باید قابل دیشون مندازم و فکر میکنم که مقدار کفایت میکنم. خب دوستای عزیز، ای بود سوپ شیرینی که برای شما امروز آماده کردم. خدا کنه که مورد پسند شما هم قرار بگیره و هر روزه که فارغ بودین، اینجا که در خانه هایتان آماده کنین و نوش جان کنین.